ساختار برنامه و سری های آینده و سری های حالا سری که قبلا جلسه اولش رو داشتیم توضیحاتی در موردش دادیم. این برنامه رو من دوباره اشاره میکنم یک سری نه قسمتی قهوه و گفتگو با کارآفرین های که ما میتونیم ازشون دعوت کنیم و اینجا بیان و تجربیات خودشون با ما به اشتراک بذارم و همینطور در مورد موضوعاتی که قرار صحبت کنیم که از تمام مراحل یک راه انداختن یک اسمال بیزنس یا یک استارتاپ هست چه هر حوزه‌ای باشه، از مرحله ایده پردازی، مرحله درست کردن تیم و پیدا کردن کوفاندر و مراحل رشد و گروت استارتاپ و همینطور حالا اگزیت استراتژی که ممکنه باشه، همینطور سکیور کردن و گرفتن فاندینگ. خب جلسه اول که سینا اینجا بود، اگر قبلا شرکت کرده بودید با برنامه‌اش هست، سینا در مورد کلیت این موضوع صحبت کرد، در مورد ایدیشن یکی از کسایی که دعوت ما رو قبول کردن که بیان مهدی یحیی‌نژاد هست. مهدی حالا بیشتر در مورد جزئیات در مورد جرنی خودشون توی همین دوره کارآفرینی در اونجا صحبت کنیم، ولی احتمالا همه با بالاتری آشنا هستید، سایت بالاتری و مهدی هم فاوندر و مؤسس بالاتری و سازنده بالاتری. فقط چند تا نکته من قبل برنامه بگم در مورد استراکچر برنامه، در مورد فرمت برنامه 20 دقیقه الی نیم ساعت اول برنامه، در مورد بیزنس ها و استارتاپ هایی که مهدی خودش رو شروع کرده قبلا و اون استارتاپ مسیر کارآفرینی که خودش طی کرده بیشتر در موردش صحبت کنیم و باید به جزئیاتش میپردازیم. 20 دقیقه و نیم ساعت دوم ما در مورد تاپیک و موضوع بحث امروز صحبت میکنیم که در مورد ایده پردازی و پیدا کردن مشکلات و همینطور چجوری امکان سنجی کنیم ایده ها رو میپردازیم. و قسمت سوم هم که خب سوال جوابه که اگه سوالی داشتید میتونید بپرسید. بذاریم خب شروع میکنیم برنامه رو. یه لینکین گروپی هم ما درست کردیم، اگر توی اون اناسمنت در مورد برنامه هست میتونید با بقیه آدم هایی که اینجا میان کانکت کنید، در موردشون بدونید و حالا نتورک خودتون رو بزرگتر کنید و همینطور فیدبک بدید در مورد این برنامه که چجوری بهترش کنیم، چجوری بزرگترش کنیم و آدم هایی که فکر میکنید این نیازی میتونه واسهشون باشه، نیازی واسهشون دعوتشون کنید که به این جنبه پیوندن. ممنون مهدی که دعوت ما رو پذیرفتی و اومدی اینجا. ممنون از پارس کوالیتی سنتر که این فضا رو در اختیار ما گذاشته. و شروع کنیم. حالا اگر معرفی خب با سلام به شما و خوشحالم که حالا بعضی دوستان رو میشناسم و همجور چهرهای جدید اینجا میبینم. احمد متشکرم که من دعوت کردید و من جایی که بتونم سعی کنم که تجربه خودم رو با شما به اشتراک بذارم و اگر خب ایده یه چیزی بود در همین مورد ایده سازی با آدم به اشتراک بذارم. بسیار عالی. من یه نکته‌ای هم بگم، من این وقت رو داشتم که در 5 سال گذشته در مراحل مختلف در واقع با مهدی از نزدیک و از دور کار کردم و یکی از آدمایی که میتونم به جرأت بگم که این موضوع اتفاقا خیلی میتونه کمک بکنه و در مورد ایده پردازی و اینکه چی ایده خوبیه نه با خودش خیلی ایده های ناب خوبی داره، یکی از آدم بهترین آدم هاییه که ممکنه خیلی ازش انسایت بگیرم و امیدوارم حالا شما هم اینو ببینید. خب مهدی، وارد استارتاپ جرنی خودت بشی، مسیر استارتاپ خودت، یه بکگراند بگید، کی از ایران، کی ایران چه خوندی؟ من تو ایران فیزیک خوندم، من تو در حین فیزیک خوندن همیشه به برنامه‌نویسی و پروگرامینگ هم علاقه داشتم، و حالا علاقه دیگه هم داشتم، ولی خب این بعدا یکی از این علاقه هم بود که تبدیل به کار روزمره‌ام شد، ولی خب فیزیک تو ایران درس خوندم، بعدا هم اینجا آمدم، من دکترای فیزیک گرفتم و لزومن آنتوپرنشیپ دنبالش نبودم، هرچند هر در برنامه هایی از زندگیم علاقه من بودم، تو ایران مورد دانشجو بودم، یک ایده داشتیم که توی پارک های تهران بتونیم مقلن یک اتاق هایی درست کنیم، اتاق علم درست کنیم،
شرکت ملت بیان بلیط بخرن برن اونجا و بچه‌هاشون یه کارایی بکنن که با ابزار رسم و بازی که اونجا هست یه چیزی یاد بگیرن. و این یه مرحله حتی اینکه پرمیشنش رو بگیریم رسید مداخلی من بیان نموندم و دنبال نشد. من میخوام بگیم که انترپرنورشیپ بالاخره در گوشه‌ای از ذهنم بود حتی اون موقعی که تو ایران بودم و بعدا که اینجا آمدم ولی داشتم درسم میخوندم. خب تو مسئله فیزیک بود یعنی احتمالا دانشگاه فیزیک خوندی و المپیاد فیزیک مدال برنز جهانی داشتی ام‌آی‌تی درس خوندی دکتراتو گرفتی پست‌دک رفتی استنفورد کاملا مسیر آکادمیکی بود و کاملا مسیر موفقی بود. چی شد که چه مرحله‌ای وارد دنیای کارآفرینی شدی و چه چیزی تو رو در واقع موتیویت کرد؟ چه چیزی مشوقت بود که کارآفرینی سویچ شد؟ کارآفرینی واقعا خب یک حالا میشه گفت یک اشتیاقه که آدم داره میخواد اون چیزی که تو ذهنش تبدیل بکنه به یک چیزی که واقعا در دنیای واقعی وجود داره و یک نوع خلقته و از اون جنسه. برای همین من خودم نسبت به این کار علاقه من بودم و با من دوست داشتم اوائل حالا ایده هایی که داشتم رو پیاده سازی بکنم و به جایی برسونم و واقعیتش در خیلی جاها حالا خب ممکنه انترپرنورشیپ به پول و سرمایه بزرگ هم ختم بشه و خب چه عالی اگر بشه ولی لزوماً اون یکی از آتکاماشه اینکه خودش ساتیسفکشن روزانه آدم باشه که رو من از و اشتیاقایی داره علاقه که داره رو بتونه به یه جایی برسونه اون موتیویشن اولی هست و واقعا اون این که آدم اونجا دارم در حال در مورد رو من یک چیز در مورد تو احتمال اولین استارتاپی که من اونجا رو انداختی بالاترین اولین کمپانی که رو انداختی میشه مرحله بالاترین بالاترین کمپانی یک کار اول در من در کنار کارهایی که میکردم خب یه موقع کار وب یاد گرفتم. من شاید فان تو قسمت بعدی هم به این مسئله بخواهیم گشت. من دو تا گروه تشکیل داده بودم توی زمانی که توی دانشگاه بودم. یه گروه هر دو گروه هم گروه های برینستورمینگ بود. ما هفته ای با هر دو این گروه ها من میت میکردم ایده های مختلف رو سر این بحث بکنیم، تکنولوژی های مختلف رو نگاه بکنیم و دنبال ایده بگردیم. یکی از این گروه ها، یک گروه تماما ایرانی بودن، یک گروه اکثرشون خارجی بودن. این گروهی که خارجی بودن، یکی از ایده‌هایی که خود من اتفاقا پیشنهاد کردم تو این گروه این بود که بیاید یه وبسایتی درست کنیم که مقاله های علمی رو اونجا بذاریم و مردم بیا اینا رو رأی بدن. این در من وجود کشون. حالا تو چند ماهی که ما جمع می‌شدیم و بحث می‌کردیم ایده‌های مختلفی اومد بحث کردیم بالا پایین کردیم ایده‌های مختلف رو و در نهایت آخر برگشت به ایده من که ایده من در حال حاضر بهترین ایده است بود و رفتیم اون گروه جمع شدیم که این وبسایت ما درست بکنیم. منتها از تازه واقعا مشکلات شروع میشه. اون تمام نیروهایی که داشتیم تو اون گروه تنها یه نفر برنامه نویس داشتیم. من حتی برنامه بلد بودم ولی اون فرق خیلی بیشتر از من بلد و اون آدم تمام بار کار رو دوش اون بود. این وبسایت ما به یه جایی رسید که واقعا بگو 95% 99% تموم شده و کافی بود که برای لانچ بشه. منتها چون اون آدم تمام فشار کاری روش بود تیم از هم پاشید و اون رفت دنبال یه کار دیگه که اتفاقا یه کار موفق دیگه هم کرد. فقط من هم با توجه که تیم پاشیده شده و دیگه نمیشد اون کار رو به اون شکل ادامه داد من گفتم خب میرم یه کار مشابه این رو میکنم در یک حوزه دیگه که شد بالاترین شرکت مشابه این ایده بالاترین از اون برین استورمینگ سشن هایی در اومد که من حدود یک سال داشتم انجام میدادم و این زمانی بود که همزمان داشتم درسام میکردم و یک استارتاپ دیگه بعدم درست کردم که اسمش اداپتیکه و شاید سوالش بکنیم که توی بلاگ ادورتایزینگ بود. اون ایده رو توی با اون گروه دیگه که داشتم اونم من خودم اونجا پیشنهاد کردم. من تا کسی علاقمند نبود به اون ایده من خودم رفتم اون ایده رو انداختم. حتی یه نفر که تو اون گروه بود هم اومد با من و کمک کرد به اون بچه. فقط این چیزی که میخوام بگم اون زمانی که ما داشتیم دیدیکیت میکردیم، زمانی که داشتیم
میذاشتیم هفته یا یک بار یه ساعت بود یه ساعت بودن به خاطر ندارم یه شاید در 15 ساعت داشتیم. همین باعث میشد که یه وقتی باشه که بریم تکنولوژی های مختلف رو نگاه کنیم، چیزایی که خودمون بلدیم رو نگاه بکنیم، ببینیم در هر حوزه چه کاری میشه کرد. و موقع که آدم خب با اون ذهنیت هر هفته داره یک کاری رو تکرار میکنه، باعث میشه که چشمش بازتر بشه، جاهای مختلف مسائل رو بهتر ببینه. همینطور موقع که ایده هایی که شما میگیرید که این گروه های برای بحث میکنید، شما یه چیزی میگید، یه نفر دیگه یک چیز دیگه میگه، از هم دیگه نکات جدیدی یاد میگیرید و ممکنه تو همین پروسه اصلا از یه ایده شروع شده باشه به یک ایده دیگه خط بشه، به ایده بهترین خط بشه. و همینطور یه چیزی هم که کمک میکنه چنین گروه هایی اینه که اکثر آدم ها یه سری ایده ها تو ذهنشون هست، همینجور ذهنشون مشغول کرده و ولی هیچ وقت نمیرن اینا رو یک ذره جلو ببرن که ببینن اصلا ایده جواب میده یا نمیده. اما وقتی شما یه گروه اینچنینی دارید، این فیدبک رو زودتر میگیره. خیلی از اون ایده ها ممکنه ایده هایی باشه که یه نفر انجام داده باشه یا ایده هایی به درد نخوری باشن، اینا رو زودتر فیدبک میگیرید. خب اینا رو از ذهنتون پاک میکنید، ایده فقط این زمان متمرکز مدن اون بره و من خیلی کمک کرد که بتونه ایده ها رو پیدا کنه. ولی گفتی محدود به دو ساعت توی هفته یا روزه بوده، ولی چه زمانی بود که تصمیم گرفتی که نمان صد درصد رو وقتا میخوام بزنم؟ خب بالاترین نسبتا کاری بود که من تفریحی شروع کردم و منتها در طول کار خیلی کشیده شدم بهشون، واقعا خب خیلی سریع جواب داد در از 3-4 ماه. این چه سالی بود؟ این سالی 2006 بود و یوزراش داشتم به صورت نمایی و اکسپوننشیال داشتن روش میکردن و این برای خب فیدبکش خیلی زود اومد، این لازم نبود که مثلا یک سال دو سال صبر کنم. و اون کمپانی رو هم به شکل مشابه خوبی اون یه مقدار واقعا شجاعت کردم، از دانشگاه اومدم بیرون، رفتم رو راه انداختم، رفتم رو گرفتم. ولی یه چیزی که خب این مسئله رو ساده میکنه اینه که شما بخواییم موقعی وارد یک کاری بشید، اگه تنها نفری باشید که اون کار رو دارید میکنید، خیلی کار سختی به نظر میاد و هر یه چنین حرکتی خیلی شجاعانه به نظر میاد. ولی موقعی که خودتون ببرید توی محیطی که بقیه دوستانتون، بقیه آدمایی که باشون روزانه دارید سر کار دارید، اونها هم دارن چنین کارهایی میکنن، دیگه این کارا خیلی هم شجاعانه به نظر نمیاد. میبینید که 100 نفر دیگه، 1000 نفر دیگه این کارو کردن، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. برای همین یعنی قدم اول واقعا اینه که آدم توی یک محیطی وارد بشه که این بحث‌ها چنین بحث‌هایی و واقعا تو هر کاری همین هایی، فقط مثلا کار آنترپرنورشیپ هم این نیست. اگه شما می‌خواید به میوزیشن بشید و کار موسیقی بکنید، خب بهتره با آدم‌های دور و برتون باشن که دارن اون کار رو میکنن و این باعث میشه که ذهنیت و روزانه‌تون چنین ذهنیت باشه. خواهم کنم در مورد الاتیک هم بپرسه داشتم. الاتیک در واقع آبید دیگه نبود که عنوان بیزنس شروع کردن یه در اول در مورد الاتیک حضیر به چه کار میکرد؟ ایده الاتیک اون موقع زمانی بود که خیلی بلاگ ها خیلی محبوب بودن، اگه یادتون باشه اوج واقعا انقلاب وبلاگی بود. ایدهش این بود که بتونن یک بلاگ یا یک ویجتی بذاره روی وبلاگش که محتوای وبلاگ‌های دیگر رو تبلیغ بکنه و محتوای خودش در وبلاگ‌های دیگه تبلیغ بشن. یعنی در واقع تبلیغ پای به پای بود ایده بودش، که حالا ما یه سری الگوریتم و اینها هم داشتیم که اینو در واقع به کار می‌انداخت و الگوریتم‌های جالبی داره روش فکر شده بود و جای خوب پوشش بود. و من اینو در مثلا عرض 2-3 ماه پروتوتایپش رو درست کردم و اتفاقا از همون تیم بالاترین هم کمک گرفتم. بالاترین 2-3 نفر از والنتیرهایی که بودن اومده بودن و جزو عملا به تیم پیوسته بودن، داشتن کمک میکنن که وبسایت جلو برید و همین رو سعی کردیم که ببریم اول پروتوتایپ ادابتیک رو درست بکنیم. و این اتفاقا یک مفهومی که من اینجا میخوام باهاش برای من صحبت کنم اینه که کلمه انگلیسیش پارلی هست، متأسفانه کلمه فارسی درش نداره. اینکه شما یه موفقیتی که کسب میکنید
بتونید از اون استفاده بکنید یه پله ای که برید و پله بعدی. ولی خیلی چیزای زندگی اینجوری نیستش که آدم یک دفعه بیاد یه کاری در خلأ شروع بکنه و این رو از صفر به صد برسونه. مثلا اینکه حالا آدم باید به وضعیت که الان داره متوجه بشه الان کجاست و در همین حوزه‌ای که در همین کاری که داره میکنه موفقیتش چی بوده. ممکنه مثلا یک نفر باشه که آشپز یک رستورانی باشه و در همون محدوده معروفیتی کسب کرده. این به قول معروف اگه چنین فردی بیاد بخواد یک وب استارتاپ در مورد یک حوزه دیگه شروع بکنه، خب احتمال این کارش خیلی کم خواهد بود در مقایسه با اینکه این بیاد از همون معروفیتش استفاده کنه که دو تا رستوران دیگه درست بکنه یا بره یه اینوستور پیدا کنه که خودش رستورانش بزنه. برای همین این کانسپت پارلی کردن، یعنی موفقیت که آدم داره ببینه و ببینه که از این موفقیت چی کار باش میتونه بکنه که بره پله بعد. و در واقع یک بخشی از مثلا انترپرنورشیپ با همش متعارف شده با ریسک تیکینگ و اینا، ولی واقعیش اینه که یک آدم عاقل کل هدفش اینه که ریسک ها رو کم بکنه و شانسش رو بالا ببره. و بخش از اینه که ببینه خب موفقیتاش کجاست، چه کارهایی بلده، تو چه حوزه‌ای بهتر میتونه کار کنه، نتورکش چیه و سعی کنه از اون استفاده بکنه که پله بعدی بره. ادابتیک رو من تونسته هاش فاندریزینگ بکنم، فاندینگ اولیش رو گرفتم و باید خب چند ماه طول کشید. ما لانچ کردیم چندین از دو سه هزار نفر تونستیم به سایت مختلف سانه ها بکنیم. توی ادابتیک من مهم بزرگترین مشکل هم نداشتن تیم بود. من سه تا کوفاندر داشتم ولی عملا هیچ کدومشون در کار نیومدن و زمان سختی بود، زمانی بود که داشت مارکت کرش میکرد و برای همین مال تصمیمات شخص خودش بود. و یه چیزی که واقعا خوب مهمه تو استارتاپ اینه که اگه واقعا میخوان استارتاپ بزنید و کوفاندر، کسانی که به عنوان کوفاندر میخوان وارد تیم بشن باید بنده شما هم ریسک بکنن. در واقع حالا اگه که به عنوان کسی به عنوان سرمایه‌دار بخواد وارد شه خودش کار نیست، این بحث دیگه‌ایه. و کسی که وارد به عنوان کوفاندر میخوان وارد شن باید سهم ریسکشون بنده به شما باشه و یا مشابه باشه. حالا لزوماً چیزی خود ادابتیک از نظر موفقیتشون چون به مارکت کرش خورد و این برنامه پیش اومد، از نظر موفقیت خودش موفق نبود، ولی همون ایده در یک جای دیگه پیاده شد و شرکتی شده که شرکت بیلیون دلاری شده الان. من فکر می‌کنم اگه آوت برین رو شنیده باشید یا تابولا، این دو تا کمپانی هستن که در اون کار می‌کنن. حالا یه داستان خیلی مفصلی داره که اونم، ولی نکته اینه که حالا یه ایده که اینجا ما امروز صحبت می‌کنیم یک بخشی از یک ساختار خیلی بزرگه که حالا تو این سری شما به بقیه جاها شده. قبل از اینکه بریم بخش دوم، الان چی کار میکنه؟ الان بالاترین چی کار میکنه کجاست؟ الان بالاترین در فضای فارسی مخاطب خوش رو داره. بالاخره زمانهایی بود که مخاطبش خیلی بیشتر بودن ولی هنوز هم مخاطب خودش رو داره. بالاترین یک در حال بحث ادامه خواهیم داد، جمع مونوپولی اینا صحبت خواهیم کرد، در اون حوزه کاری خودش که شیر کردن محتوای آرتیکل ها و مقاله هاست یک جور مونوپولی داره فضای فارسی و توی فضای انگلیسی شاید مشابهش الان ریدیت باشه. و این چیزیه که به نظرم بالاترین اگر بتونه در مورد موبایل و در مورد بیشتر واقعا موبایل بتونه ابزارهای بهتری فراهم بکنه، بتونه ابزارش مدرن‌تر بکنه، باز هم توانایی داره که همون قدرتی که ریدی توی فضای انگلیسی هست بتونه در فضای فارسی هم از این باره وارد بشه. و یه چیزی که بالاترین داشته اینه که خیلی ابزارهای دیگه اومدن و رفتن به فرض نمیدونم اگه شما آشنایشین فرند فید بود یه زمانی، یه زمانی گوگل بود یه زمانی، اینا همه اومدن رفتن و ناپدید شده ولی بالاترین هنوز داره کارش رو ادامه میده و هنوز مخاطبش رو داره. بر همین یک
چیزی که هست اینکه بالاترین تونسته استمرار کار داشته باشه و کارشو ادامه بده در 12 سال گذشته. حالا من خودم کارم بالاترین هم چه من چک میکنم که 10 سال گذشته در بودن چند نفر اینجا بالاترین چک میکنم؟ من نصف جمع چک میکنم برای من بودم خوبه. یک پروژه خیلی جالب‌تری که داری کار می‌کنیم روش توش هست یا نفسک فورهوب که اسم قسمان روشی در مورد اون برای ما بیشتر می‌کنیم توش ایدهش اتفاید بخشی از این که صحبت که داریم امروز اینه که ایده‌ها رو چجور پیدا بکنیم. من زمانی که توی پالازو بودم و تازه اومده بودم اونجا من گفتم اول نمی‌خوام اینترنت بگیرم برای خونه و اینترنت نگرفتم که شبا میام خونه من بتونم راحت کتاب بخونم و ذهنم با اینترنت مشغول باشه. بعد این سال 2004 یعنی هنوز اینترنت بعد موبایل نبود موبایل بود منتها موبایل اسمارت فون هم نبود. بعد خب طبق معمول اتفاق واقعا عملا اتفاق نبود چون خب انقدر احتیاج به اینترنت داشتم یک مودمی بود شماره مودمی بود که دانشگاه داشت من اینو با مودم وصل می‌شدم که ایمیلامو چک بکنم یا وبسایت رو نگاه بکنم. بعد این پروسه متوجه شدم که ایمیج باشه این مودم چقدر کنده و اینو یادم رفته بود چون از ایران بود مثلا چند سال بود اومده بودم یه فراموش کرده بودم که در ایران انقدر مودم کنده و ایده که به ذهن رسید که خب اگر بخوام این سرعت این دسترسی به اطلاعات زیاد بکنیم چون ماهواره استفاده نکنیم و با توجه به اینکه بیشتر استفاده از محتوای ما استفاده یک طرفه است میشن میخونیم مطالب رو یا ویدیوها نگاه کنیم چرا از دانلود ماهواره فقط استفاده نکنیم برای همه یک مدرسه محتوا بفرستیم که اینا بتونن بخونن. این ایده حالا ایده بود که اون زمان داشتم بعد از حدود 10 سال اومدم بهش برگشتم و این رو برای ایران به شکل یک پروداکت جدیدی به نام توشه ما اینو ارائه کردیم که در واقع کاری که میکنه اینه که هر کس ماهواره تلویزیونی داره در خونهش میتونه بیاد محتوای اینترنتی رو دریافت بکنه محتوای دیجیتال دریافت بکنه به طور مجانی و هر روز چندین گیگابایت رو بتونه دریافت بکنه که این الان 2 سال نزدیک 3 سال در حال کار در ایران و داریم تفکر هست که جاهای دیگه هم رو ببرید صحبت بیده میکنم که این رو بسش بدیم به آفریقا جاهای و سنترال امریکا اینا جاهایی هم که ماهواره استفاده زیاده اینترنتشون خوب نیست یه چنین ابزاری که بتونه به مردم محتوای دیجیتال بفرسته خیلی میتونه در خود واسش و این در واقع ایده که حالا میگم 10 سال پیش ایدهش رو داشتم به دلیل فشاری که به خودم داشت میومد استفاده از مودم ایده پیدا شد و حالا بعد از 10 سال پیاده سازی شد و الان 100,000 نفر به ازش استفاده میکنند. عالی. حالا من خودم سعی میکنم توی اون گروه لینکدین اون اطلاعات بیشتر در مورد توشه رو بفرستم. به نظرم خیلی ریسورس خوبیه، منبع خوبیه اگه با بستگانتون دوستاتون اینا توی ایران شیر کنید چون خیلی هم راحت راه اندازیش و کلی سریال و فیلم و اطلاعات و مطالب آموزشی و روزانه در واقع میتونن دریافت کنن. این رو توی گروه لینکدین در واقع میفرستم. اگر اون کاغذ اگر رد میشه ایمیلتون اگر بذارید ما لینک اون گروه لینکدین رو توی ایمیلتون هم بهتون ارسال میکنیم. بریم قسمت دوم بحث که قسمت اصلی بحثه و با ایده هایی هم که خودت روشون مطرح کردی و میکنم در واقع روش ایده پردازی و ارتباط ایده هایی که روش کار کردی هم برای نامه تحقیلی اینجوری مشخصه. ولی واقعا ایده خوب چه ایده ای؟ یعنی ایده ای که چه معیارهایی باید یک ایده داشته باشه که بگیم ایده خوب خواهد یک ایده ممکنه ایده خودمون باشه یا اینکه دوستمون میاد و من یک ایده دارم که میتونه مدل بعدی باشه چجوری ارزیابی میکنی؟ من اصلا به دلیل حالا گردوندن بالاترین و شناخته شده ایده های ایرانی اتفاق خیلی رو بهم زنگ میزنن که با ایده هاشون و ایده هاشون رو شیر میکنن و فیدبک میخوان. تو خیلی جاها واقعا اولین سوال اینه که مسئله که شما دارید میخواین حل بکنید چه مسئله بزرگیه.
و اینو خب بعضی موقع آدم دانشش داره، بعضی موقع کسی که اون کارو میخواد بکنه باید بره واقعا این مقدار تحقیق بکنه ببینه که مثلا بزرگی هست. بعد از اینکه حالا معلوم شد که مثلا نسبتا بزرگ هست یا نه، سوال بعد اینه که برای کسی که این قراره این مسئله ایمپکتش رو میکنه، این چقدر مشکل جدیه و چقدر بقول معروف پینش زیاده، چقدر درد زیاده، این چقدر برشون جدی خواهد بود که بیا انسان ها کن. این واقعا سوال اولی هست که این آدم بفهم آدم این ویده ای هستش که چیزی زیاده. و حالا سوال بعدی اینه که خب کسی که انجام داده، اگر انجام نداده خوبه، ولی و ببینیم که چرا انجام نشده. این هم چراش مهمه. ممکنه یک دلیلش این باشه که یه سری انجام دادن به شکست خوردن. به فرض ایده خیلی ایده ها مثلا حتی چند بار میاد ولی نمیتیره چون یا زوده به دلیل تکنولوژی یا ممکنه هنوز فرهنگش وجود نداره. به فرض الان آره این که مردم شاید این فرهنگش بود، خیلی جامعه که فرهنگش بود نشده باشه، این رو باید خب ببینید اگه موفق نبودن چرا موفق نبودن. اگه موفق بودن خب دیگه اگه کسی موفق بود و مونوپولی درست کرده تو اون رو بیان احتمال اینکه شما رو باید با اون دو وزید رو باید چیکنید بازار رو جانت رو خیلی کنید. اگر هنوز مونوپولی نشده شما اینا کی شروع کردن و چقدر از شما جلوترن، چقدر شانس داری که بتونید به اونجا برسید. این یک سری ایده های یه سوالی که میکنم میپرسم. ولی یک چیزی دیگه که نگاه میکنم اینه که موقعی خودم دنبال ایده خوب هستم اولا نام کنم ببینم دومین اکسپرتیز خودم چیه، یا حتی برای کسی که میاد میپرسن خود دومین اکسپرتیز تو چیه. ممکنه دومین اکسپرتیز یکی تکنولوژی وب باشه، دومین اکسپرتیز یکی رست کردن یه رستوران باشه، دومین اکسپرتیز یه آدم ممکن باشه گرمه رستوران نباشه ولی بفهمه که رستوران خوب یعنی چی. یه ممکنه یه آدمی باشه که به فرض دوست داره رستوران خوب بره و حس خوبی داره، میدونه که رستوران خوب چیه، چه چیزهایی رستوران خوب میکنه. ممکنه اصلا هیچ تخصصی در مورد گردوندن رستوران نباشه ولی شم خوبی داشته باشه در یه مورد. این میدونید بیشتر یه چیز حسیه و بعد میدونید یه چیز خوش لباسه، میدونه لباس خوب چیه، چجور باید لباس که بیش میاد چه نوع لباسه. این ممکنه اکسپرت لباس نباشه ولی شانس این که بتونه در اون حوزه کاری بکنه زیاده. یه چیز دیگه اینه که آیا کامیونیتی دارید یا نه. خیلی ایده ها مثلا ایده های وب به یک کامیونیتی اولیه نیاز داره. من مثلا بالاترین رو در خلا انجام ندادم. من بالاترین رو اولا قبلش من یه پادکست داشتم یک سال که شاید اولی پادکست بود دیگه 500 نفر تا 1000 نفر مخاطب داشت. یه وبلاگ داشتم که در مثلا 20 وبلاگ اول فارسی این چند کامیونیتی دیگه هم داشتم که موقعی که بالاترین من شروع کردم در عرض 24 ساعت اول تونستم 100 نفر بیان و عضو بشن. همون 100 نفر اول خیلی مهمه و آدم باید ببینید که خب کامیونیتی خودش کجاست. کامیونیتی شما ممکنه 20 نفر باشن، 100 نفر باشن، 1000 نفر باشن ولی درست کردن اون کامیونیتی مهمه در خیلی از کارها. و اینکه باز در مورد ایده من خب سوالی که میکنم اینه که واقعا این چیزی که شما مسئله که پیدا کردین چقدر مسئله خاصیه که واقعا حالا کسی بهش رجوع نکرده و مشکل رو حل نکرده. این نگاه میکنم ببینم که موقعیت اون فرد آیا به شکلی بوده که یک چنین مسئله رو ببینه و کسی دیگه ندیده باشه. به فرض مثلا اگر یه آدم بیاد بگه که من یه ایده پیدا کردم که کفش بهتری درست کنم. من خواستم خب تو باید در کفش درست کردن تو تخصصی داری؟ ممکنه بگه ندارم ولی من هر روز 10 کیلومتر پیاده میرم و به خاطر این من
20 یا 50 تا کفش مختلف رو آزمایش کردم و هیچ کدوم از این کفش رو برای پیاده روی دقیقا جواب نداده. این خب طرف به خاطر موقعیت خاصی که داره، اتفاقا یه چنین مشکلاتی ممکنه علامت خوبی باشه. منتها خب بعدش راه حل داشت. به فرض خب موقعی که اوبر شروع کرد با خیلی از شهر رو از نظر قوانینش تاکسی رو اینا درگیر شد و هنوز هم این حال درگیری ادامه داره. منتها در این حال باعث شد که یک مارکت جدیدی، یه بازار جدیدی رو وارد بشه که هیچ کس تا حالا وارد نشده. دقیقا به دلایل اون یک بخشش به خاطر اون مشکلات کسی وارد نشده. و موقعی که یکی بتونه مشکلات رو پشت سر بذاره، در واقع خود این مشکل برای بقیه میشن مانع ورود به بازار، یعنی به سودش هم میشن. و تو خیلی از حوزه هایی که مونوپولی درست میشه، در واقع کسانی میان وارد بازارهایی میشن که اول خیلی قانون وجود داشته، این قانون ها رو میشکنن، خودشون وارد میشن، بعد پشترشون از دوباره یه سر قانون دیگه میاد که جلوی بقیه رو میگیره. یعنی مثلا یه کتابی هست از مشخص کنند سویت شده بعد این آمکار به کتاب آمکار که میاد تاریخ مونوپولی ها رو تو آمریکا داره. یکی از موقعی که تلفن میخواسته بیاد، تلگراف خیلی مونوپولی داشته تو آمریکا و این خود اومدن تلفن باعث میشه که تأثیر بذاره رو مونوپولی تلگراف. بعد از تلفن باز خود تلفن میاد و مونوپولی میشه و بعد یه سری قوانین شرکتی که بزرگ میشن، مثلا یک انتیتی که بزرگ میشه، کل قوانین درست میکنه که جلوی بقیه رو بگیره. حتی شاید براتون تجربه بود، یک زمانی بوده که اضافه کردن هر چیزی به تلفن ممنوع بوده. این شما اگر میومدید به فرض که یه اومده بوده دستگاه درست کرده بوده که به گوشی وصل بشه، به دهنی گوشی، که صدا رو بهتر جمع بکنه ببرتون دهنی گوشی، این رو AT&T میاد سو میکنه و طرف رو برشکست میکنه، چون یه قانونی بوده که شما هیچی نمیدونی گوشی بست کنید. و علت دلال خودشون داشتن، میگفتن که این باعث میشه که با الکتریسیته AT&T داری میفرسته تداخل بکنه. حالا برام خوش داشت، ولی تو هر حوزه این هست. ولی موقعی اینا پشت سر بذارید به نفع بیزنس خودتون میشه. چجوری باید باشون مواجه میشه؟ مواجه چیه؟ روش مواجهه اینه که ادامه بدیم تا زمانی که ما اینقدر جا بیافتیم که رگولیشن خودش رو تغییر بده، یعنی که ما اول رگولیشن رو درش کنیم. اینو واقعا خیلی توضیحی شده که من ایده پردازی نیست، ولی واقعا خب یه چیزی که شرکتی درست میشه باید بره با اینا بالاخره بجنگه تا بتونه اینا رو تغییر بده. ولی در این حال حالت اتفاقی در خیلی جا میفته، مثلا اوبر مثال خوبش بود. اوبر کار خودش رو داره میکرد و گوش نکرد به این حالا این قوانین دارن چی میگن. بعد این قوانین مجبور شدن در واقع شورای شهر در جاهای مختلف کنار بیان. حالا بعضی اومدن به کل ممنوع کردن اوبر رو اگر اول کار، ولی بالاخره در نهایت مجبور شدن به اوبر کنار بیان و یک راه متعادلی پیدا بکنن برای اجرا کنش. توی مرحله حالا ایده پردازی کنم قرار میگیره بحث مارکت والیدیشن. شما تا حدی ایده رو عملی میکنید، حالا وبسایت شروع درست میکنید، پروداکت پروداکت شروع درست میکنید، رستوران میخواید درست کنید، غذا رو اول درست میکنید، بهترین روش که متوجه بشیم قبل از اینکه اینوست کنیم در واقع سرمایه گذاری بکنیم توی ایدهمون، بهترین روش که بفهمیم اعتبار سنجی کنیم، امکان سنجی کنیم بازار مخاطب رو، به نظرت بهترین روش چیه؟ باید چه کار کنیم؟ این شاید یکی مهمترین بخشای چیز باشه. واقعا تمام ایده ها بالاخره یک به هر نحوی شده شما یه ایده پیدا می‌کنید، ولی مارکت والیدیشن شاید از خود ایده پیدا کردن مهم باشه، مهم‌تر باشه. اینکه چجور بتونید با کمترین هزینه ببینید ایده جواب میده یا نه. اولا یکی نکته اول اینه که آدم با این ایده خودشه بتونه هیچ پیش داوری نداشته باشه و حرفها رو گوش بکنه، چون خیلی جا هستش آدم پیش داوری داره. من حالا یه مثال بزنم، خود احمد شاید یادش نباشه،
مثلا سال 2013-2014 احمد میگفت بیا بریم بالاترین رو ببر توی سوشال میدیاهای دیگه، توی فیسبوک و جاهای دیگه. من گوش نمیکردم. این شاید الان ایده خیلی واضحه. خب یه برندی بود که من باید میبردم جاهای دیگه این کار رو میکردم. حالا داستانش اینم خب من از دلایل خودم رو داشتم، ولی به دلایل پیش‌داوری من این حرف رو نمیتونستم بشنوم. و نوشتن پیشگاهی خودش یک موضوع مهمیه، موردی میخواییم که ما بهتر پیشت بکنیم. و راههایی که میشه تست کرد اینه که خب بریم همه ریسرچ هایی که بقیه کردن رو بخونیم، بریم سروی بکنیم، بریم ببینیم که یه راه خیلی ساده برای کارهای وب اینه که شما یه تبلیغ بذارید رو فیسبوک. تبلیغاتی ممکنه اصلا تبلیغ واقعی نباشه، مثلا ببره مردم به یه صفحه که بگه coming soon، حالا در آینده قرار بیاد. مثلا شما میخواهید به فرض ایده بدید که یه بستنی جدید درست کردید، مثال خیلی چیز شکلش متفاوته، رنگش متفاوته، این رو تبلیغ میذارید رو فیسبوک ببینید که چند نفر اینو کلیک میکنن. یه بستنی برای اینکه باید همه اینا هم باید یه کنترلی داشته باشید، مثلا به یه دونه بستنی دیگه درست کنید که بستنی موجود باشه الان تو مارکت هست، ببینید تبلیغ اون رو چقدر کلیک میکنه، ببینید بستنی شما رو چقدر کلیک میکنه. با این روش ها رو فکر کنید که خب چقدر برای این کاری که میخواین نیاز وجود داره. و یه جاهایی هست که منتها واقعا بعضی کارا هست که از قبل مردم لزوما نمیتونن حساب کنن که این کار چی خواهد بود. مثلا توشه یه مقدار ما این پروژه که از این ماهواره رو انداختیم، واقعیتش تا یه حد اینجوری بوده، خیلی هم نمیدیدن، نمیتونستن تجسم کنن که این چی کار میکنه. این دیگه اون موقع یه مقدار به حالا چیز گات فیلینگ و به چیز خودتون، به حس خودتون بستگی داره که برید با این آدم ها مصاحبه بکنید، به یکی ها شما نیازاتون چیه. یه چیزی که باید تفاوت بهشون گذاشت، شما خیلی هم مردم شاید تخصص شما رو نداشته باشن که بفهمن یک پروداکت که هنوز وجود نداره رو درکش بکنن. کاری که مردم میتونن بکنن اینه که نیاز رو به شما بگن، بگن آقا ما نیاز داریم که چنین داشته باشیم، ولی هنوز نمیشه که پروداکت چیه. اینکه پروداکت رو پیدا بکنید کار شماست، یعنی خیلی هم تو قسمت پروداکت، طراحی پروداکت نمیتونید به حرف مردم گوش کنید، این کار خود شما و این رو باید این دوتا رو باید از هم جدا کردن. خب بهترین توصیه توصیه این که اون کتاب پیشاوریه رو بذارید کنار و این ابجکتیو بذارید خود چه کار میکنید؟ با من راحت خوبی ندارم شما پیدا کردید که راحت بگید، ولی راهش واقعا راهلایی توی حوزه نیست، یعنی راهلایی که تو حوزه های دیگه، یعنی واقعا مثلا یک چیزش اینه که بیاییم بگیم که به جای اینکه یک ایده رو همون اول ریجکتش بکنیم، بیاییم بگیم که خب بذاریم من تو برم تو فضا زندگی کنم. شما حالا مثلا حالا شما ایده پیشنهاد میکنید که بالاترین ما ببریم تو فیسبوک مثلا از برندش، خب بریم چند پرنده جلو ببینیم این کار رو بکنیم، بریم حتی یه ذره شجاعت به خدا نشون بدیم، بریم این کار اصلا بکنیم به شکل آزمایشی که ببینیم چی میشه. یه واقعیتش اینه که یه مقدار خیلی جاها مثلا اگه باید با یه تیم دارید کار میکنید و به بقیه اطمینان بکنید و بگید که خب من تو این حوزه خیلی واقعا باور ندارم که این جواب بده، ولی قبول میکنم که ممکنه من همه چیز رو ندونم و با یه ایده یه نفر دیگه به اینجا را آزمایشش بکنم. و اگر دیگه فیدبک مثبت گرفتید که خب ادامه بدید، فیدبک مثبت نگرفتید خب دیگه عوض بکنید. من هر از میگم سوال، ولی داستان خیلی خوبی هست در مورد کفش فروشگاه زاپوس که کفش میفروشه، که بزرگترین فروشگاه کفش فروشیه. فاوندرش کاری که کرد برای همین مارکت والیدیشن، میرفت یه مغازه کفش فروشی عکس میگرفت، یه وبسایتی میذاشت و میفروخت و ملت میومدن میخریدن و میرفت از مغازه پول میداشت میخرید پست میکرد واسه و وقتی واقعا آدما قبل از این کفش بپوشن حاضرن کفش رو بخرن، دیدید خب مارکتش رو الان هم بزرگترین فروشنده کفش در واقع توی حوزه آنلاین.
یه چیزی که توی مخصوصا ما ایرانی ها خیلی جواب داده و خصلت الزاما خوبی هم نیست اینه که ایده ها رو واقعی شیر نمی کن. یک ایده ای داریم و کاملا به قول معروف موشنالی اینوست میکنیم روش و این در ادامه سوال قبلی و حاضر نیستیم نظر بقیه رو بشنویم یک و اینکه حاضر هم نیستیم شیر کنیم در کنار فیدبک من رو گرفتم یک مسئله سرعت ایده است. واقعا این چقدر مسئله است و واقعا اصلا اگر مسئله چگونه چشمی باید باشیم سرقت ایده و اینا بالاخره همیشه وجود داشته، یعنی لزوماً چیز نیست که ترس واهی باشه، نه بالاخره ترسی هست که به یه بخشش ممکنه واقعی بشه ولی در اکثر موارد خب واقعا بزرگ نمایی میشه و آدم ها بیش از چیزی که لازمه باید میترسن. در خیلی از ایده ها اگر ایده یه که شما دومین اکسپرتی بکنه اون ایده ها که تو مورد ها خیلی باید کمتر نگران باشید. این شما اگه واقعا توی حوزه تخصص فوق‌العاده دارید مثلا یکی الان بیا به من بگه که من میخوام یه نوع سولار پنل جدید درست بکنم، خب من هیچ اطلاعی از اون سولار پنل ندارم و ممکنه هیچ کس دیگه هم اون چیزی که ذهنیه که طرف دارن نداشته باشه. در اون اینکه نگرانی واقعا نداشته باشن که این چه ایده درسته بشه، ولی ممکنه خب ایده‌ای باشه که ایده لزوما ایده نیست که خیلی تخصص بخواد، ولی معمولا اون ایده ها ایده های لزوما خیلی خوبی نیستن چون خیلی کسای دیگه هم ممکن به ذهنشون برسه و یک جستجوی ساده ممکن نشون بده که چه ایده ای انجام شده باشه و برمیگردیم به همون بحث اول که خیلی از چیزی که تو ذهنمون هست خوبه بپرسیم از بقیه ممکن اصلا انجام شده باشه قبلا و حتی اگر بتونیم رقیباشو سریعتر پیدا کنیم شاید بتونیم یک ایده دیگه پیدا کنیم که از یک جهاتی بهتر باشه. بر همین در کل به نظرم آدم ها اکثرشون باید به این سمت برن که بیشتر به اشتراک بذارن تا برعکس. منطقه اینجوری هم میسته که دفعه بخوام پوت بزنی که نه به اکتاد بزنی که ایده ما چه چیزی، چون واقعا بالاخره ایده دو چیزایی هست که جزئیاتش مهمه، شاید نخواهی همه جزئیات رو پخش بکنیم. یه جاهایی هستش که آدم داره یه کاری میکنه یه مارکتیه که واقعا رقابت زیاده و یک ذره مثلا میدید یک نفر که کارش یه رقابت جدتره تو واقعا یه چیز پیدا کرده که جزء اسرار اون کاره و رقیبش اگه اینو ببینه میفهمه، یعنی این نقطه یه که رقیبه رو میتونه برسونه به همون جایی که طرف هست. حالا بستگی یک کیس هم داره دیگه مثلا چیز نمیسته بود خود رو کلی میشه داره به تو کلی میشه گفتش مردم به بیشتر اشتراک گذارم به بهتر، ولی اگر با این نگرانی وجود داشته باشه بهتر این راه برای رسالت از دیگه چیه؟ مالکیت معنویشه بهتر این راهی که باید قبل از اینکه وارد حالا حوزه پابلیک بشه و شرکت کنی بهتر این راه واقعا اکثر سرعت عمله، یعنی در اکثر موارد که من دیدم اینه که هر ایده‌ای دارید که فکر می‌کنید به درد می‌خوره سر هر چی زودتر انجامش بدین بهتره و سرعت عمل از هر چیز دیگری دوای بهتری رو داره می‌خواد و سرعت عمل ممکن راحت باشه که برید مارکت ولیدیشنش رو انجام بدید، لازم نیست که شروع بکنید کار انجام بدید، ممکن در همین حد باشه که اون تبلیغات فیسبوکی رو انجام بدید ببینید که مردم علاقه دارن اینا رو بخرن یا نه، یا همون مثل اون مثال که شما زدی که کفش ها رو میمون عکسش رو میگرفت میفروخت، فوقش یکی اومد و شما کفش ها نتونستید برید بخرید میگی که کفش دیگه وجود نداره پول مردم پس میده. برای همین مارکت ولیدیشن واقعا اولین کاره و اونو خیلی سریع میشه رفت سراغش. یعنی قبل از اینکه دیگران نونه باشه میشه برید سمت اجرای عملی قضیه ایده ها واقعا باید با ترندهای موجود منطبق باشن یا یکی از معیارا سوال اون سوال اول قضیه است، ولی این بخشه، ولی واقعا باید اهمیت بدیم وقتی یک ایده توی ذهنمون هست ایده ها با ترندهای موجود مثلا ترندهای الان سایبر سکیوریتی هست یا ای آی آیا واقعا ایده همون باید یک بخشیش ای آی باشه؟ این هم مسئله شانس، بالاخره باید همیشه یک کاری میتونه بکنه که مود نباشه و بالاخره این هم یه جایی برسه.
ممکنه منطقه چیز که ترنده یا موده لزوما ممکنه توی حوزه بزرگی نباشه، مثلا ممکنه تو اون قسمتی که هستید به فرض اگر به رستوران شروع کنید ممکنه یه محله این محله داره بهتر میشه و رستوران های بهتر درست میشه، ممکنه ترند برای شما این باشه، بدونید ترند لزوما ترند های چیز جهانی نباشه، ولی در کل ترند ها این کمک رو میکنن که اکثر سرمایه گذار ها اون هم آدم هست و اون هم در خیلی جاها تصمیم متفاوت تصمیم میذاره بشون و باعث میشه که راحت تر رو میشه که به سرمایه گذار کنن. این یه بخشی از قضیه هست. شرکت هایی که دارن شرکت میخرن، شرکت بزرگ، اونها هم این ترند ها رو براشون ایمپکت تأثیر میذاره. یعنی موقع که الان به فرض کریپتوکورنسی باب شده همین شرکت بزرگ کنی دستی داشته باشن توش، به خاطر اینکه فقط ممکنه یک چیزی بشه که یک دفعه از دستشون در بره، برای همین ممکنه هر کدومشون دو سه تا شرکت کوچیک هم بخرن که فقط یه سری آدم باهوشی که تو این کارا هستن و بیارن شرکت خودشون. برای همین شانس اینکه یه سری شرکت کریپتوکورنسی خریداری بشه بالاتر از اینه که یه چیزی که باب نیست. منتها یه چیزی هم که شاید بشه گفت اینه که ترند ها هم تایملاین های مختلف دارن. به فرض توی کار وب چیزایی که باب میشن معمولا یکی دو سال عمر میکنن بعد از بین میرن. ولی توی حوزه های دیگه هستن که خوبی چیزایی هستن که دهها ترند خواهد به فرض و مشکلات پایینی فرض کم بوده ها خب یه مشکلیه که مشکل جهانیه و همینجور که جلو میریم بدتر خواهد شد. این نتیجه شده که حتی بتونه تو اون حوزه وارد بشه و شروع بکنه شرکت رو درست بکنه این کاری است که میزوری ها تمام بشه، این کاری تازه داره شروع میشه و دهه ها ادامه خواهد بشه. سوال پس علاوه بر ترند بودن یعنی در مسیر ترندهای روز باشن، ایده های سرمایه گذار پسند چی؟ سرمایه گذار وقتی به یک ایده در آفر میخوره ایده رو میبری کشش به چه میگره این نگاه میکنه؟ حالا را اینکه خودت به ایده میکنه کسی که ویسیان نوع ذهنیتشون با شما فرق داره، چون اونا انقدر دارن جاهای مختلف سرمایه گذاری میکنن، اونها براشون اونا یه بازی متفاوتی میکنن و معمولا ویسیایی که پول بیشتر دارن، سرمایه‌گذاری که پول بیشتر دارن میرن سراغ ایده هایی که ریسکشون بیشتره و پیافشون هم بیشتره. یعنی در واقع مثلا ممکنه ایده‌ای برن که دنبالش پول بذارن که شانس موفقیت اون شرکت یک ریسکون باشه، ولی اگه موفق بشه هزار برابر پیافش باشه تا برن به شرکت پول بذارن که شانس موفقیتش 50%، ولی اگه موفق بشه مثلا 10 برابر منطقه. خب این به شما انترپرنر برمیگرده که شما تو زندگیتون میخواین چه ریسکی بکنید و شما دنبال این هست که یک شرکتی بزنید که شانسش 1/10 یا 1/20 ولی ممکنه 1000 برابر بهتون جواب بده، یا میخواین یه شرکت بزنید که 50% شانسشه و ولی پولتون 10 برابر میکنه. این انتخابای شخصیه واقعا، ولی ویسی ها خب نگاه میکنن ببینن ایده چطوره، تیم چطوره و در خیلی موارد واقعا تیم مهمتره. اونها اطلاعاتشون نسبت به شما خیلی بیشتره چون اونها هر روز داره 100 نفر میان که بهشون ایده هاشون رو بفروشن سرمایه بگیرن. برای همین کسی که سرمایه گذاره از نظر اطلاعات در یک سطح نیست با کسی که داره میره که سرمایه بگیره، اطلاعات اونها 10 برابره و اونها میدونن که تو این مارکت ها به فرض میدونن تو مارکت اینترنت سیکیوریتی الان میدونن که به فرض هر روز داره 2 نفر میاد سراغشون و میدونن که داره مثلا 50 اکوزیشن داره سالی انجام میشه، 50 شرکت داره خریده میشه، اونا میبینن که واقعا در این میدان چه اتفاقایی داره میفته و اطلاعاتشون روز من خب با شما در بین نمیذاره.
این برمیگرده واقعا همون سوال بزرگتری دیگه و خیلی هم شاید جواب مشخص نداره. من فکر کنم خیلی از سوالایی که من خواستم بپرسم که سوالای گذشته در مورد جوابش داده شد، ولی یکی از چیزهایی که من فکر کنم هر کسی که این مورد دست داشته چه هر هر حوزه استارتاپ چه فکر باشه چه یه رستوران باشه باشه چه مغازه کامیونیتی استور باشه اینو داره که بعضی وقتا ایده رو با یک ایده شروع میکنی ولی به یک مرحله میرسی و مارکت ولیدیشن هم میدی به مرحله این میرسی که فضا تغییر میکنه و یا اینکه یک جنبه های دیگه رو باش آشنا میشی که فکر میکنی باید به اون مسیر بشی که حالا به اصطلاح بهش میگن پیوت کردن در واقع تغییر جهت دادن. چه زمانی واقعا ما باید پیوت کنیم و چه زمانی وقتی این پایه ایده رفتیم جلو اون ایده بعدی باید چه معیارهایی داشته باشه که ما قدم بعدی رو در اون جهت برداریم؟ من شاید با چند مثال برایش اینو شاید بتونم بیشتر باز کنم. شاید این به استارتاپ اسمش رو شنیده باشین که برای دیتینگ وبسایت و اینا کوفاندراش ایرانی هستن. اینا با یک ایده شروع کردن سال 2006 و اینا شروع کردن تا اون میدیدم در جای کارش بودن. با ایده شروع کرده بودن که بیان روی فیسبوک یه ویجتی داشتن اون دام فیسبوک یه دادن بوده که اپران بشه بعد اینا رو فیسبوک برداشت. اینا یک اپی داشتن که رو فیسبوک سروی انجام بده و با این اپ پول گرفتن که در واقع بیان برای شرکت های مختلف برای برند ها اونجا بیان یا سروی مارکت مارکت ریسرچ بکنن با این سروی باکس اونتا به هر دلیل دیدم ایده بورد نداره و اینها اون یک شبه در واقع درد واقعا یکی دو هفته ایدهشون رو عوض کردن و کردن ویجتی که روی فیسبوک بتونید شما دیتینگ انجام بدید که در واقع اولین دیتینگ اپی رو درست کنید که فیسبوک برساس فیسبوک اینا در واقع خب ناکنید اون تخصص رو داشتن اون حوزه رو خوب متوجه بودن چه حوزه ای هست برای همین تغییری که دادن ریسکش محدود بالاخره ریسک بزرگی بود ولی باز ریسکش نه تو همون پلتفرم بودم منتها به جای اینکه کار سروی مارکت مثلا سروی انجام بدم کردنش دیتینگ و یه حوزه متفاوتی انجام یه مثال دیگه که شاید بهش بتونم اشاره کنم جاستین تی وی نمیدونم شده یه وبسایتی بود که مردم میتونستن با ویدیو با هم دیگه چت برادکست بکنن ویدیو خودشون رو یه سری آدم دیگه هم میومدن یه حالت گروه چت داشت ویدیویی روی وب بود که یکی میومد برای بقیه سخنرانی میکرد این آدینس خودش هم داشت و اوکی هم بود چیز نبود اونقدر هم اونقدر هم موفق نبود ولی مخاطب خودش داشت اتفاقا من تو همون زمان ها با یکی دوستان یک تکنولوژی مشابه این انیما درست کردیم و دنبال این تو یعنی باشی کار کردیم یه نتیجه که رسیدیم این بود که در این حوزه به این شکلی که جاستین داره کار میکنه این بیش از این اسکیل نخواهد شد بیش از این روش نخواهد شد و این نتیجه بود که احتمالاً خود اونهایی هم که داشتن جاستین تیوی رو میکنید رسیده بودن به چه نتیجه کاری که اینا کردن کار جالب بود اینایی کلشون اومدن بیرون رفتن شکل دیگه درست کردن به نام تویچ بازی ها رو برادکست میکنه به بقیه در واقع همون ایده است و حتی توی یه ورتیکال یه بازار حالا به طور چیز بازار محدودتری به نظر میاد چون که شما جاستین تی وی باش برای هر کار شما میتونی استفاده بکنید تویچ رو فقط برای بازی های کامپیوتری این کارو کرد که در واقع کسی که داره بازی میکنه میتونه برادکست بکنه بقیه ببینه این نقای اتفاق نقطه بود که مارکت کوچیکتره ولی اون کسایی که تو اون مارکت هستن این خیلی نیاز بزرگتری واسه شون کسایی که گیمرن خیلی دوست دارن بازی بقیه رو ببینن و درش تویش تبدیل شد به یه شرکتی که
فکرم آمازون میشه تو خرید به 700 میلیون دلار 800 میلیون دلار اینا خریداری کرد. این یعنی از جاستین تیوی که خیلی جایی نرسیده بود یک دفعه تونستن در از یک سال یا دو سال یه شرکت درست کنن که چند 700 800 میلیون دلار فروش داره. منتها خب این اتفاقا یک دیدی میخواد، یه اینسایتی میخواد نسبت به اون مارکت. من هم میگم با دوستیشون کار میکنیم، ما هم به این اینسایت رسیده بودیم که این روش نخواهد کرد، کاری که جاست دیدی دارم کار روش نخواهد. منتها ما این دیگه شده رو نرسیم که اون مارکت دیگر رو پیدا بکنیم که این ها پیدا کردن. این حالا یه مثالی بود که شاید در این بوده بودم. من فکر کنم حالا هم وقتی که بیشتر روزنم که ما بیشتر ادام بدیم همین که حالا سوالایی که من داشتم در واقع فکر می باید پرسیده بشه توی این زمینه فکر کنم همه شما پرسیدم خودت چیزی هست رو پیدا کنید. من فکر یه چیزی که شاید بتونم بگم اینه که واقعا از کجا شروع بشه شروع بکنیم. یک چیزی که واقعا هست اینه که محیط دور بشه ما رو عوض که همون که بفرست در هفته‌ای با آدمایی میت بکنید که ببینید که بحث بکنید بتونید تاپ‌هایی برید که تو اون حوزه‌ها باشن. یه نکته دیگه اینه که چیزای جدید دادن یاد بگیره، تکنولوژی جدید که میان یا کارهای جدیدی که اتفاق دارن بیفتن. یه بخش دیگه اینه که با فرهنگ اون حوزه‌ای که میخواین کار کنید آشنا بشید، وبلاگ‌هاشو بخونید، کسایی که در اون حوزه دیگران رو دنبال بکنید که ببینید چی میگن. اینا همش خیلی مهمه چون میفهمید که واقعا استراکچر اون حوزه چیه و بتونید راحت‌تر ایده‌ای پیدا کنید که ایده‌های متفاوتی باشن و ایده‌های جدیدی باشن. یه بخش دیگه هم اینه که هابی داشتن، واقعا بشه کارهای جدید کرد. هر از گاهی مثلا هر 3 ماه 6 ماه یه کار جدیدی درست بکنه در حد پروتوتایپ داره، نه واسه نیست که حالا این کارو به یک جای خیلی خاصی برسه. این در هر حوزه متفاوته، من حالا در حوزه وب و در حوزه اینترنتش رو شاید بتونم مثال بگم، ولی مطمئنا در حوزه های دیگه زندگی هم در حوزه دیگه هم یه چنین چیزهایی هست که هر کی یک ایده پیدا بکنه یا روی پروتوتایپ کار بکنه. من واقعا بعضی موقع آدمایی میبینم که ترجمه دیگه یه آدم 80 ساله دیدم یه بار که من میشناسم ازش اسمش رو خواهم بگم، دیدم که رفته رزبری پای خریده و داره با رزبری پای برنامه نویسی میکنه. و آدم این نبود که اصلا برنامه سابقه برنامه نویسی رو این هم نداشت و من خب واقعا مبهوت مونده بودم که چقدر آدم میتونه علاقه و اشتیاق داشته باشه که در اون سن بره یه چیز جدیدی کاملا بخره، یاد بگیره و باش خودم بازی بکنه. ممنون که با ما شیر کردیم هم گردیم خودت رو همین که به این موضوع هم بسیم بپردازیم. قبل از اینکه باز کنیم به بقیه بهتون سوال بپرسم، من میخوام بگم که اتفاقا یه نکته بگم اتفاقا من این کار رو با مهدی کردم و اتفاقا کاری که الان تقریبا 100% وقت هم دارم میذارم روش یه 100% دیگه هم دارم تو بقیه کار اینه که اون جلسات هفتگی بود که با مهدی به پیشنهاد خود مهدی که باشید که خونه من یا یه جای صبحونه بخوریم یا یه کاری بکنیم، 3 نفر بودیم دوران جمع می‌شدیم و حرف می‌زدیم و ایده هم مثلا ایده چه مسخره چه شدنی چه نشدنی و ایده ها رو صحبت می‌کردیم و معمولا خود خونه خود مهدی بود و به یه جایی رسید که خب البته اون جمع خیلی قابل اطمینانی بود، یعنی اون دغدغه ایده دوستی جمع واقعا توش نبود و واقعا مفید بود، یعنی هم موتیویت میکرد هم اینکه به خودت اجازه میدادی که ایده پردازی و که چه ریسورس هایی داری و چه ریسورس هایی نداری. ما اگه بتونیم حتی چنجمی از دل این جمع هم در بیاریم و حالا ماهیانه حتی یه صومعه با هم بزنیم، یه گروهی جمع بشیم، یه کایکینگی بریم و در کنارش این کار رو بکنم، حتی اقل این که با بکران هم دیگه آشنا بشیم و این که با ایده های بقیه هم آشنا میشه و اون روش ایده پردازی رو تقریبا خودمون عادت میدیم چجوری دنیا رو نگاه کنیم و ایده پردازی کنیم. اگر در این مورد نظری دارید حتما بیایید یا توی همون گروه لینکدین بگید، همینجا میتونیم شروعش کنیم و
برنامه جلسه بعدی واسه هم بذاریم دور هم جمع بشه. و تنها چیزی هم که من میخوام از سری اینجا بگم تو همین کامیونیتی هست که در میاد. اگر سوالی حالا ما فکر میکنم قبلش خودم دیگه دستی بزنیم که